سلام سهشنبه 15 دی ماه 88 هشت، هزار ژانویه 2009 میلادی یعنی امروز در مورد هفت موضوع صحبت موضوع اول این که من در سه چهار روز گذشته دائما در حال چرخش و گردش توی تجربیات کشورهای مختلف مطالعه زمینه های مختلف بودم تا متناسب با مرحله ای که جنبش ما قرار داره پیشنهاداتی رو فراهم کنم خدمتون ارائه بکنم چون همونطوری که قبلا هم بحث کردیم وقتی که کودتاچی ها دست به خشونت میزنن کاری که منتظرش بودیم وقتی ناتوان میشن از مهار جنبش یک دوره دست به خشونت بیحد میزنن و واجبه که ما بتونیم این دوره رو مقاومت کنیم رد بشیم و بعد از اونه که در واقع میفتیم به سرازیری و از پیچ های دیگه هم ممکنه رچیم ولی در واقع فروپاشی اونها آغاز میشه به همین دلیل داشتم 198 روشی که آقای جین شارپ پیشنهاد میکنه همه رو مرور میکردم به تجربه کشورهای دیگه مراجعه کردم مثلا به شیلی که چجوری با آهسته کردن ترافیک و نصف کردن هر سرعتی کار میکردن یا چگونه در واقع در این مراحل بعضی کشورها ترسیم دورنمای رو به آینده رو کرده بودند یا مثلا در سربستان ل... یک برچسبای کوچیکی دانشجویان آتپور درست کرده بودند که هر از عکسای میلوسوویچ رد می شدن به پیشونیش میچسبوندن یا به صورتش که کارش تمومه کارش تمومه ی... یک لغت در واقع در زبون سربی که معنیش میشه کارش تمومه و همه جا توی دهنها افتاده بود و انواع این ها رو داشتم بررسی می کردم اما نکته بسیار بسیار جالبی که برخورد کردم دو تا اتفاقی بود که امروز افتاد یکی این که پیشنهاد بسیار خوبی که نمیدونم از کجا ابتکارش پیدا شده ولی در برنامه نود تلویزیون کانال سه که برنامه بسیار محبوبی هم هست از صبح پیامک در واقع رد و بدل شده که به گزینه سه صرف نظر از اینکه درست باشه یا غلط باشه همه سبزها رای بدن و اتفاقا غلطترین پاسخ هم همون سه است و بهترم این است که غلطترین پاسخه برای اینکه کاملا معلوم بشه که عمدن سبزها اونجا متراکم شدن و اونجا میخوان رای بدن این کار که در واقع کاملا منطبق با روش های مبارزات بی برای اینکه شما باید به طرق مختلف نشون بدید که بیشماری ما باید نشون بدیم که بخش بزرگ ملت با ماست اونها ناچیزن و کوچیکن این کار آنچنان رشد کرد و آنچنان خوب همه این ابتکار رو دنبال کردند که با شاید بیش از نزدیک به دو میلیون پیامک رسید روی گزینه سه و ناچار شدن که قطع بکنن پیامک رو و بعدم خبرگزاری فارس و ارگان های کودتا چی ها گفتن توتعه سران فتنه بود و امثال هم یا یک فایل دیگه هم امروز به دستم رسید راجع به اسکناس نویسی و مطالبی که روی اسکناس نویسی هست و کارهایی رو که روی اون انجام شده که اتفاقا اسکناس نویسی هم از ابتکارات خاص جنبش ایرانه بنابراین چیزی که نتیجه گرفتم و فکر کردم امروز با شما در میون بگذارم این است که در واقع یک بار دیگه ثابت میشه که اتخاذ تاکتیک ها به عدد ابتکاراتی که ما داریم بیکرانه و این تاکتیک ها رو متناسب با هر کشوری متناسب با شرایط اون کشور امکاناتی که پیش میاد خود شما هستید که در میدون تعیین میکنین به بهترین نحو ممکن اونچه که از تجربه همه کشورها به عنوان استراتژی میشه بیان کرد باید مورد قبول هممون باشه و اون این است که در شرایطی که کودتاچی ها میخوان سخت بگیرن آدم بکشن ماشین زره پوش میارن تو خیابون قیافه میگیرن هارتوپورت میکنن بسیار بسیار لازمه که در واقع جنبش بتونه راحت بهشون بگه به قول خودمون زرشک بتونه بهشون بگه که پیادهشین با هم بریم بشین سر جات و اینو باید به روشهای گوناگون مطرح کرد این رو باید از طرق مختلف نشون داد و بسیار واجبه که از خودمون محافظت کنیم از خودمون در واقع مواظبت کنیم که بیخودی به دام خشونت ورزی و آدمکشی کشی و آدم نیفتیم اما بادشون رو بخوابونیم به همین دلیله که در این مقاطع استفاده از سلاح تنز نوشتن شعارهایی که در واقع مسخرشون بکنه عباحتشون رو بشکنه جستی رو که گرفتن به باد بده و نشون بده که بیمقدارن هیچی نیستن بسیار بسیار واجب بنابراین استدعای من این است که در چارچوب این استراتژی کلی در این مرحله جنبش چون ما در واقع هر روز بنا نداریم بیایم توی خیابون یکی از مفسرین نوشته بود که جنبش سبز به نظر میرسه که تنها یک راه بلده اونیم که بیا توی خیابون در حالی که ما اصلا اینطور نبودیم در شیش ماه گذشته و استفاده از اکسیون های میلیونی اومدن تو خیابون و هر از گاهی انتخاب کردیم به خصوص استفاده از روزهای خود رژیم برای اینکه از شر آدم کشی در میون باشیم که البته ابا نکردن آدم هم کشتند اما اون رو فقط برای نمایش قدرت و نشون دادن جمعیتمون به ایران و همه دنیا اتخاذ کردیم آنچنان که نتیجه هم گرفتیم همین آکسیون آشورا در واقع دو تا هدفی که داشتیم یکی اینکه آقای خامنه ای رو مردم در خیابون ازلش بکنن دوم این که به دنیا نشون بدیم که ملت ایران یک پارچه حکومت رو نمیخواد به هر دو هدف رسیدیم و در واقع این پیام رو تمام دنیا هم گرفت و از آقای خامنه ای اتفاق افتاد همین هم اسباب وحشت همه کودتا چی ها شده و اما این تنها وسیله مبارزه ما نیست از حالا میدونیم داریم آماده میشیم بیست بهمن روز رژیمه میتونیم بیایم توی خیابون میلیونی اما تا اون زمان حفظ روحیمون خراب کردن روحیه کودتاچی ها از طریق گسترش اسکناس نویسی که به خصوص حکومت خودش گوشتش رو زیر دندون جنبش سبز داده گفته 17 دیما ما اسکناس ها رو دیگه قبول نداریم است که براحتی میشه نافرمانی کرد نافرمانی مدنی کرد اتفاقاً برعکس باید از روز 17 هم رو بگذاریم گسترش شعار نویسی روی اسکناس ها هرچم شعار ها تنظامیستر و با شوخی و حضل تو باشه به نظرم به هدف ما نزدیکتره همینطورم شعار نویسی روی دیوارها و همون کارش تمومه یزید کارش تمومه ای که در روز آشورا گفتیم یکی از محورهای خوبی است که در واقع باد این کودتا چیا رو میخوابونه لذا من از این بحث بخوام این نتیجه رو بگیرم که مرور تجربه کشورهای دیگه منابعی که بنده خدمتتون معرفی کردم یا بسیاری منابعی که خودتون دسترسی دارید حتما مفید میتونید رجوع کنید ولی ابتکارات خود ما به عدد آدمایی که داریم در میدون و شرایط خاص ایران برنامه تلویزیونی برنامه توی خیابون نمیدونم شعارهایی که داریم با فرهنگ خودمون مطمئنا بیشترین تاثیر رو داره فقط یادمون باشه که در این مقطع تقویت این که ما بیشماریم اونها اندکن اونها ناچیزند و اصل کار رو ما میکنیم این امر مهم است و اینکه باد اینها باید بخواب اما نکته دوم این است که وزارت اطلاعات لیست 60 مؤسسه رو در دنیا داده که اینها همه عوامل کودت های نرمن نمیدونم براندازی نرمن از این حرف که میزنه و جالبه که هرچی که اسم دموکراسی داره لیست کرده و از جمله دانشگاه یل که یکی از چند دانشگاه معتبر دنیا هم سه دفعه تو لیستشون اسم اومده و شورای روابط خارجی نیویورک هم اسمش اومده که آقای احمدی نژاد رئیس جمهوری و وزیر خارجه ایران و خیلی از مقامات ایران هم در این اندیشکده ای که از یکی از قدیمی ها در نیویورک تا به حال صحبت کردند بر حال این دست باچگی و بی اطلاعی و بی سوادی آدم های وزارت اطلاعات از این اطلاعیشون روشنه نکته سوم داستان مرجعیت آقای سانعی و دست درازی حکومت به جامعه مدنی سنتی ما سرنوشتی پیدا کرده که کاملا مقاومت جامعه مدنی سنتی ما یعنی روحانیت رو در مقابل دخالت حکومت در امر مرجعیت نشون داد و به نظرم باعث شد که عقب نشینی بکنن نکته چهارم لغو سفر هیئت پارلمانی اروپا به ایران چرا که خواهان ملاقات با آقای کروبی موسوی خاتمی پارهی زندانیان و مخالفین شده بودن ایران مخالفت کرد سفر هیئت پارلمانی اروپا لغو شد مسئله پنجم بحث احتمال تحریم سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از سوی جامعه جهانی که وزیر خارجه امریکا مطرح کرده مطلب شیشم محکومیت آقای احمدی عموی روزنامه با سابقه ایران و شجاع ما به هفت سال زندان و اعتراض محسن صفایی فراهانی به عدم تکلیف پروندش و درفتن به مرخصی و همینطور هم حرکت خانواده زندانی هست در دفاع زندانیان و مطلب آخر جلوگیری از مراسم ختم آقای گلزاده غفوری در مسجد کربلا است که نشون میده که کودتاچی ها حتی از یک ختم یک روحانی با سابقه هم میترسن تا فردا شاد و پیروز و موفق و راز باشید به با امید پیروزی ایران ایران